به نام خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، شاگردای بسیار بسیار دوست داشتنی و کسایی که در کل ویدیو را تماشا میکنه. امیدوارم که همیشه زندگی خوب و خوش و موفقیت را پیش رو داشته باشید. در سلسله درس های ریاضی قرار داریم که در این بخش میخواییم درباره مشتقات ضمنی و مشتقات بلند مرتبه خدمت شما توضیحاتی را بدیم. مشتقات ضمنی ما تا هنوز مشتق خواندیم که مشتق عبارت از لیمیتی نسبت افزایش تابعی بر افزایش متحول است، در صورتی که افزایش متحول طرف صفر نزدیک شود یا تقرب بکنه. خب سوالات زیادی در این باره کار شد، مشتق توابع مثلثاتی را هم در درس قبلی خواندیم. خب حالا میخواییم که مشتق توابع مشتقات ضمنی تابع را مورد بحث قرار بدیم. خب تا هنوز وقتی ما مشتق میگرفتیم از توابع مشتق میگرفتیم که دارای یک متحول باشه یا x یا y. حال زمانی که بحث روی مشتقات ضمنی شد، در اینجا روی تابعی کار میکنیم که دارای دو متحول است، متحول x و متحول y. تا زمانی که در یک تابع دو تا متحول نداشته باشیم، از اینجا ما مشتق ضمنی گرفته نمیتونیم. پس زمانی از یک تابع مشتق ضمنی گرفته میشه که دارای دو متحول باشه، متحول x و متحول y. حالا در اینجا در این مثال توجه بکنید، x y مربع منفی y مثبت یک مساوی صفر، در اینجا یک متحول x داریم یک متحول y داریم، پس دو متحول شد. خب ما یک فرمول داریم، داخل از فرمول وضع میکنیم تا قیمت ای را دریافت بکنیم مشتق ضمنی را. ای است که اگر خواسته باشیم از تابع مشتق بگیریم نظر به x، باید یک بار نظر به x از تابع مشتق بگیریم، یک بار نظر به y مشتق بگیریم، پس منفی f زبر x بر منفی f زبر مثبت f زبر y. ای است فرمول کلی. خب ما حالا x y مربع منفی y مثبت یک مساوی صفر است، ما میخواییم که از این مشتق بگیریم. خب گفتیم اول نظر به x مشتق میگیریم، f زبر x مساوی سبع. خب از ای x y مربع زمانی که نظر به x مشتق بگیریم، خب x میشه یک، مشتق x میشه یک، خب ای y مربع ضریب دیگه، ضریب باقی من خودش، یعنی یک y مربع. خب زمانی که نظر به x مشتق میگیریم، هم y عدد ثابت فرض میشه و عدد ثابت که عدد ثابت است. پس در اینجا y منفی y اینجا صفر شد و عدد ثابت هم که یک بود صفر شد. پس چی؟ تنها من y مربع. خب حالا نظر در y مشتق میگیریم. نظر به y وقتی مشتق بگیریم، اینجا x عدد ثابت فرض میشه و عدد ثابت هم که عدد ثابت است. در اینجا مشتق x y مربع نظر در y وقتی که مشتق بگیریم دو ضریب قرار میگیره. دو x هم که ضریب هست، دو ضرب در x زرد در y به توان دو بود، یکی کم میشه یک میشه، پس میشه دو x y مشتق x y مربع نظر در y که مشتق بگیریم میشه دو x y منفی، باز هم نظر در y که مشتق بگیریم y مشتقش یک است، میشه منفی یک، عدد ثابت هم عدد ثابت صفر است مشتقش، پس شد دو x y منفی یک. خب حالا دی فرمول عمومی وضع میکنه، مشتق y نظر به x مشتق تابع نظر به x مساوی میشه بعد من مثال دوم، y مساوی به ساین x بر y جمع یک، مشتق از تابع را گفته در نقطه x مساوی به دو، بعد است بیارید مثال دوم. خب در اینجا اول ساین x منفی y مثبت یک، ساین x بر y مثبت یک طرف مساوات میرم شو منفی ساین x بر y منفی یک مساوی به صفر. حال مخیم از این مشتق بگیریم، زمانی که مشتق بودیم گفتیم یک بار نظر به x مشتق میگیریم میشه f زبر x مساوی به، خب y عدد ثابت فرض میشه زمانی که نظر به x مشتق بگیریم که میشه صفر، منفی ساین x بر y است، از ساین x بر y زمانی که مشتق بگیریم خب میشه مشتق ساین u را داره، u زبر ضرب کوساین u میشه، u زبر یعنی از x بر y زمانی که مشتق بگیریم، از x بر y مشتق بگیریم نظر به x مشتق میگیریم میشه یک بر y، نظر به x تنها نظر به x مشتق گرفته شد میشه یک بر y، یک بر y ضرب در کوساین x بر y کوساین u منفی یک، یک عدد ثابت صفر مشتق شد پس شد منفی یک بر y ضرب در کوساین x بر y. f ضرب y نظر به y مشتق میگیریم میشه یک
منفی. خب دیجی چکار میشه؟ زمانی که x نظر از x بر y نظر به y مشتق بگیریم، یعنی x عدد ثابت هست میشه 1 بر y، از 1 بر y مشتق بگیریم میشه منفی 1 بر y مربع یا 1 بر منفی y مربع. خب x که عدد ثابت پس تجزیه ضرب 1 میشه، میشه x بر منفی y مربع، پس شد منفی x بر منفی y مربع ضرب در کوساین x بر y. منفی عددی ثابت که یک صفر میشه. خب منفی منفی اینجا مثبت میشه، یک جمع x بر y مربع ضرب در کوساین x بر y. در فرمول عمومی وضع میکنیم، y زبر نظر به x، یعنی مشتق تابع نظر به x، زمانی که دریافت بکنیم میشه منفی f زبر x. منفی f زبر x چی داریم؟ دریافت کردیم منفی 1 بر y ضرب در کوساین x بر y بر یک جمع که مشتق y بشه، مشتق تابع نظر ده وای، یک جمع x بر y مربع ضرب در کوساین x بر y. خب منفی ضرب منفی مثبت، یک بر y کوساین x بر y بر یک جمع کوساین، یک جمع x بر y مربع ضرب در کوساین x بر y. خب حالا گفته ده این نقطه این مشتق دریافت کردیم، مشتق دریافت شد. خب ده این نقطه گفته پیدا کن، پس نقطه رو وزن میکنیم که ده جای x پای ده جای y هم یک وزن میکنیم، پس شد یکی بر y یکی بر یک ده جای y یک ضرب در کوساین x بر y، x است پای، y هم است یک، میشه پای بر یک بر یک جمع x بر y مربع، x پای است y هم یک، میشه پای بر یک مربع ضرب در کوساین x بر y، x هم پای y هم قیمت چه یک، پس یکی بر یک یک، کوساین پای هم خود چه یک ضرب کوساین پای، کوساین پای یک جمع پای بر یک مربع یک است، یا پای ضرب کوساین پای، کوساین پای هم خودش پای ضرب کوساین پای، کوساین پای 180، کوساین 180 منفی یک است و یک جمع پای ضرب در کوساین پای منفی یک، کوساین پای کوساین 180 منفی یک، پای ضرب منفی یک میشه منفی پای، پس میشه یک منفی پای. به این مثال توجه کنید، x مربع y مثبت 2 y مکعب مساوی به 3x مثبت 2 مشتق ضمنی از ایره دریافت بکنیم. اول این کار رو میکنیم، ایره طرف مساوات میاریم، میشه منفی 3x منفی 2 مساوی به 0. حال نظر به x نظر به y مشتق میگیرم، بعد فرمول عمومی وضع میکنیم. f زبر x وقتی که از تابع مشتق بگیرم نظر به x میشه، خب 2xy نظر به x مشتق بگیریم توان از 2 هست، 2 ضریب قرار میگیره، توان چه کم میشه 2x به توان 1 میشه، y هم که ضریب x است پس میشه 2xy مثبت. این قسمت x نداریم، تنها y داریم که عدد ثابت فرض میشه، میشه 0. این طرف 3x است میشه منفی 3 و 2 هم عدد ثابت است، پس شد 2xy منفی 3. y نظر به y مشتق بگیریم میشه f زبر y مساوی به از این وقتی که نظر دوای مشتق بگیریم ضرب وای اینجا x مربع است، x مربع میشه مثبت. خب 3 ضرب 2 6، 6 وای مربع، یه هم که مشتق بگیریم نظر دوای 6 وای مربع میشه. اینجا عدد اینجا 3x داریم که وای نداریم، عدد ثابت فرض میشه، میشه 0 و اینجا هم 2 عدد ثابت است 0، پس شد x مربع مثبت 6 وای مربع. y زبر x مساوی میشه، خب نظر در فرمول داشت منفی f زبر x بر f زبر y، منفی از فرمول شد 2x منفی 3، 2xy منفی 3 بر x مربع مثبت 6 y مربع. این منفی داخل قوس ضرب کنه مثبت، مثبت منفی میسازه منفی را مثبت میشه، منفی 2xy مثبت 3 بر x مربع مثبت 6 y مربع. اینجا یک کار دیگه میتونیم که 3 که مثبت است اول بگیریم، منفی 2xy بر x مربع مثبت 6 y مربع. ده این مثال توجه کن، x مربع منفی y مربع مساوی به 1، x مربع منفی y مربع یک طرف مساوات میاره منفی 1 مساوی به 0. ده اینجا گفتم مشتق دومی ضمنی تابع را دریافت کن، در مشتق دوم با اول باید مشتق اول دریافت کنیم، بعد از او مشتق دوم دریافت میکنیم. مشتق اول چه زمان دریافت کنیم؟ اول f زبر x نظر به x مشتق میگیریم که میشه 2x منفی y عدد ثابت فرض میشه که صفر میشه و منفی یک هم صفر میشه، عدد ثابت است، پس میشه 2x. f زبر y میشه صفر خاچه x مربع در این صفر میشه، بخاطر x در اینجا عدد ثابت فرض میشه و y مربع منفی y مربع مشتق میشه 2y، منفی یک هم صفر میشه مساوی به چی شد؟ منفی 2y. پس نظر فرمولی عمومی وضع میکنه، y زبر x مساوی است و منفی f زبر x بود، منفی f زبر x، f زبر x 2 میشه منفی 2x بر منفی 2y که f زبر y بشه. خب منفی و منفی مثبت میشه، دور با 2 اختصار میکنیم، x بر y شد، پس مشتق اول تابع ما x بر y شد.
خب حال میخوایم مشتق دوم دریافت بکنیم. مشتق دوم به این معناست که ما داریم که x بر y، x بر y مشتق، باز هم مشتق میگیریم. مشتق اول شد x بر y، پس ایره مشتق بگیریم. یعنی زمانی که y دو ضرب x دریافت بکنیم به این معناست که از x بر y باز هم یک مشتق بگیریم. از این زمانی که مشتق میگیریم این شکل میشه. مشتق حاصلی تقسیم میگیریم x بر ضرب در y منفی x ضرب در y ضرب بر y مربع. خب x بر زمانی که از مشتق x بگیری یک، y شد اینجا y ممنه منفی x ضرب در y زبر. خب x ضرب y زبر چه داریم؟ y زبر باز هم داریم x بر y، پس اینجا میشه x بر y بر y مربع. خب میشه y منفی x ضرب x میشه x مربع، x مربع بر y بر y مربع. خب حالا اینجا میتونیم که ایره یک کسر است، شما y ضرب در y y مربع میشه y مربع منفی x مربع بر y بر y مربع. خیلی خوب، در اینجا یک تغییرات میه. او چیه که اینی صورت، صورت کسر خودش، اینی y مربع، y مربع منفی x مربع بر y ضرب در این، اینجا مخرج برعکس میشه که میشه یک بر y مربع. در صورت داریم که y مربع منفی x مربع بر مخرج چی داریم؟ y ضرب در y مربع میشه y مکعب. خب از طرف دیگه در اول داشتیم x مربع منفی y مربع مساوی به یک، پس اینجا در جای ازی گرفته میتونیم یک، درست؟ y مربع. خب y مربع منفی x مربع در این شده x مربع منفی y مربع، پس این میشه منفی یک، منفی یک بر y مکعب. ای هم مشتق دوم تابع x مربع، مشتق دوم ضمنی تابع x مربع منفی y مربع مساوی به یک. آمده مشتقات بلند مرتبه. مشتقات بلند مرتبه با مشتق گفته میشه زمانی که از یک تابع مشتق میگیریم باز دوباره از اون مشتق بگیریم، بار دیگر مشتق بگیریم و همین رقم هر قدر که نیاز بود دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار زمانی که مشتق بگیریم نظر به نیاز، این رو میگه مشتقات بلند مرتبه. خب در مثال داریم که y مساوی به x مکعب منفی 3x مربع مثبت 4x منفی 1 مشتق سوم از ایره دریافت بکن. خب یک چیزی که در اینجا گفته شده و یه که زمانی که مشتق اینوم خواسته باشد ما نمیتونیم مستقیما اما مشتق پیدا کنیم، بلکه میتونیم که مرحله بر مرحله مشتق اول، مشتق دوم، مشتق سوم تا که در مشتق اینوم برسیم. خب در اینجا شاگردای عزیز در اینجا اول مشتق اول دریافت میکنیم، بعد مشتق دوم شده دریافت میکنیم، بعد مشتق سوم شده دریافت میکنیم. در قدم اول باید مشتق اول دریافت شوه، از مشتق اول باز مشتق بگیریم که مشتق دوم دریافت شوه، از مشتق دوم دوباره مشتق بگیریم که مشتق سوم دریافت شوه. خب مشتق اول از این میشه 3x به توان 2، یعنی توان ضرب ضریب از توان 1 کم، توان 3 از ضرب ضریب شیم 1، 3 ضرب 1 3، x به توان 3 بود 1 کم شد 2 میشه، منفی باز هم 2 ضرب در 3 6، توان از 2 بود 1 کم شد 1، مثبت 4x بود 1، توان از 3 ضرب 4 1 ضرب 4 4، توان از 1 بود 1 منفی 1 0، هر عدد به توان 0 1 است، عدد ثابت مشتق 0 میشه. پس مشتق دوم باز از این مشتق میگیریم 2 ضرب 3 6x و 6x هم میشه منفی منفی 6x هم میشه منفی 6. خب مشتق سوم میشه از من از 6x وقتی مشتق بگیریم 6 میشه و یاد ثابت صفر میشه. نکته اینجاست اگر داشته باشیم یک تابعی داشته باشیم که شکل پولینوم یا افاده الجبری کامل داشته باشه، او وقت مشتق انجم یکمی اونمو تابع مساوی به صفر میشه. فرض کنید اگر توان از بلندترین توان 5 است مشتق ششم صفر میشه، اگر 4 است مشتق پنجم صفر میشه، اگر 6 هم مشتق هفتم از صفر میشه، یعنی یک عدد بالاتر از اینم این مشتق صفر میشه. فرض کنید اینجا داریم y مساوی به x به توان 4 جمع 5 x مکعب مثبت 8 x مربع مثبت 12 x منفی 5 و بلندترین توان در اینجا 4 است، پس بنابراین مشتق پنجم از باید صفر شود. خب ببینید در اینجا y زبر مشتق اول شد میشه 4x به توان 3 جمع 5 ضرب 3 15 x مربع مثبت 8 ضرب 2 16 x و مثبت 12.
مشتق دوم میشه، مشتق دوم میشه 3 ضرب 4 12 ایکس مربع، 2 15 سی، سی ایکس به توان 1 و مثبت 16. مشتق سوم مساوی است با 2 ضرب 12 24 ایکس مثبت سی و عدد ثابت هم 0. مشتق چهارم، مشتق چهارم میشه 24، مشتق چهارم 24 و مشتق پنجم مساوی میشه با چی؟ 0. دنجشون توانش بلندترین توان 4 بود، پس مشتق پنجم میشه که یکی از این بلندتر هست میشه 0. و دیگه ای که مشتق تابع مثلثاتی را زمانی که مشتق بلند مرتبه شه بگیریم، مثلا وای مساوی است با ساین ایکس جمع ساین وای، یا مثلا ساین ایکس جمع کوساین وای، به این شکل اگر باشه سعی کنید. در اینجا مشتق زی مشتقی، مشتق تابع مثلثاتی مشتق بلند مرتبه زی شکل دوره ای را داره. ببینید که مشتق اول از زیر دریافت بکنیم، ساین مشتق میشه کوساین، کوساین ایکس و کوساین ایکس میشه منفی ساین ایکس مشتق شه. پس مشتق دوم شده بگیریم مساوی میشه با کوساین ایکس میشه منفی ساین ایکس و منفی ساین ایکس میشه کوساین ایکس مشتق شه. پس مشتق سوم رو بگیریم همین رقم میشه منفی ساین، از این مشتق بگیریم کوساین میشه کوساین ایکس و کوساین مشتق بگیریم منفی ساین میشه منفی بین منفی مثبت میشه مثبت ساین ایکس. خب این رقم مشتق چهارم شه بگیریم، مشتق چهارم شه باز میشه منفی کوساین، از کوساین منفی ساین میشه قضیه منفی مثبت میشه مثبت ساین ایکس و ساین هم که کوساین میشه. پس ببینید دوباره در چهارم پس همون شکل اولی را به دست میتیه. بنابراین مشتق توابع مثلثاتی مشتق بلند مرتبه شه وقتی بگیریم شکل دوره ای را در چه در 3 مرحله چه در 4 مرحله همون شکل اولی را به دست میتیه. امیدوارم دوستای عزیز که از این ویدیو چیز یاد گرفته باشید، ویدیو را با دوستای خود شریک بسازید، چنل ما را هم سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای دیگر هم مستفید شوید. خدا نگهدار.